سر خط خبرها. تأخیر در اجرای راهکار اتحادیه اروپا برای معامله با ایران. یک مقام ایرانی میگوید علت تصویب نشدن لایحه مبارزه با پولشویی است. تلاش مجلس نمایندگان آمریکا برای پایان تعطیلی دولت. ترامپ و دموکرات‌ها هنوز بر سر بودجه ساخت دیوار در مرز مکزیک اختلاف دارند. دستبرد هکرها به اطلاعات شخصی سیاستمداران آلمان. همه احزاب قربانی‌اند غیر از راستگران افراطی. و شدیدترین طوفان تایلند در 30 سال گذشته. تندباد و باران سنگین مردم محلی و گردشگران را غافلگیر کرد. سلام به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. یک مقام ایرانی میگوید اتحادیه اروپا به بهانه تصویب نشدن لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی اجرای سازوکار معامله با ایران را به تاخیر میاندازد. عبدالرضا فرجی مدیر کل شورای روابط خارجی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته با وجود این به صلاح ایران نیست که بخواهد در برابر کندی اروپایی ها واکنش نشان دهد. شماری از کشورهای اتحادیه اروپا بعد از برگشت تحریم های آمریکا اعلام کردند سازوکار ویژه‌ای برای ادامه روابط تجاری با ایران راه می‌اندازند، ولی بارها زمان شروع کار آن را به تعویق انداختند. مهران براتی کارشناس روابط بین‌الملل از برلین آلمان با ما هستند. آقای براتی، چقدر واقعا این موضوع صحت داره، اینکه ایران عضویتش در FATF مانع این میشه که اروپایی‌ها مشارکت تجاری ایران رو با ایران مشارکت تجاریشون رو به تعویق بندازن؟ خب این حتما یک مسئله مهمی هست، ولی همونطور که اطلاع دارید پیشتر قرار بود که این نهادی که مربوط به مبادله مالی واردات و صادرات ایران میشه در یکی از کشورهای کوچکتر اتحادیه اروپا باشه که اونا قبول نکردن و الان قرار این مرکز در فرانسه باشه. فرانسویان مایل نیستن نام این نهاد رو و جاش رو علناً فاش کنند و بگن، تقریبا یه حالت نیمه مخفی داره. علاوه بر این در فرانسه الان مشکلات اجتماعی فراوانی به وجود اومده. رئیس جمهور آمریکا با این جنبش عظیمی که در رابطه با گسترش فقر اجتماعی در فرانسه پیش آمده و جنبشی که برای مقابله با اون در سراسر فرانسه الان داره پیگیری میشه، مشکل سیاسی زیادی برای آقای ماکرون رئیس جمهور به وجود آورده و به همین دلیل هم پرداختن به مسئله ایران و این نهاد جز مسئله درجه دوم قرار گرفته. علاوه بر این یک مسئله اساسی دیگر هم از ابتدا بوده که فرانسوی‌ها گفتن که هم مسئله موشکی ایران و هم حضور منطقه‌ایش هم مشکلی است برای اونها، برای اینکه در مقابله با سیاست ایالات متحده آمریکا و تحریم‌ها بخوان فعالتر در صحنه جهانی ظاهر بشن باید چیزی دستشون باشه. در این مورد تا به حال جمهوری اسلامی نشانی از اینکه حاضر به مذاکره در این مورد یا عقب نشینی در موازی در بخش از موازی خودش هست نشون نداده و این کار رو برای فرانسوی‌ها مشکل‌تر هم کرده. ولی به نظر من این مسئله، چون مسئله اساسیش نوع چگونگی تبادل مبادلات و مقدار اون به دلار هست و این مسئله که آیا اصلا اصولا ایران میتونه اون مسئله ای رو که گفته بود برای 6 ماه آینده میتونه نفتش رو به بعضی کشورها مثل چین و هند به پولهای محلیشون بفروشه و از این نظر تامین باشه، این انجام گرفته یا نه، هنوز فرانسوی‌ها این گزارش رو از ایران ندارن. الان یک عده‌ای هم در ایران میگن که به هر حال همونطور که در خبرمون هم اشاره کردیم این که تصویب نشدن لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی باعث این شده که اونطور که در ایران گمان میره این به تعویق بیفته و عده‌ای هم ایران رو تشویق میکنن که اصلا از این معاهده بیاد بیرون. خب این یک مسئله مهمی هست.
مسئله مبارزه با پولشویی و اینکه این قانون مربوطه الان میان شورای تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و مجلس در حال رفت آمد است و سرنوشتش هنوز روشن نشده، و اینکه بخشی از دولت موازی ایران که میتونیم بگیم نام اون رو سپاه پاسداران و بیت رهبری بگذاریم، نگرانی هایی دارن در مورد تصویب بخش های مهمی، چون بخش های از این قانون تصویب شده، یک بخشی مربوط میشه که احتمالاً جلوگیر این خواهد بود که جمهوری اسلامی بتونه حزب الله لبنان و یا حماس رو از نظر مالی تامین بکنه، و یا بخشی از مسائلی که مربوط به مخارج جمهوری اسلامی برای حضورش در سوریه و در لبنان میشه، این مشکلات رو بخواد حل بکنه، به هر صورت از طریق شرایط موجود، از طریق روابط بانکی ممکن نیست. کانال‌های غیر رسمی را هم که ایران میرفته الان شناسایی شده و اون راه هم بسته است. بنابراین ترس جمهوری اسلامی در این هست که اگر تصویب نهایی انجام بگیره، اون وقت دیگه هیچ گونه امکانی برای ادامه حضور و نفوذ، چون در این منطقه از طریق به اصطلاح انتقال‌های مالی نخواهند داشت، و به همین دلیل این قانون هنوز در نهایت تصویب نشده، ولی به نظر من این تصویب خواهد شد. راهی برای جمهوری اسلامی باقی نمونه. اصلا جمهوری اسلامی امکان خروج از برجام رو نداره، حتی اگر اروپایی ها پافشاری کنن سر همه خواستهاشون و اینها مجبور بشن که در مقابل اون خواستا عقب نشینی بکنن که خواهند کرد، جمهوری اسلامی در نهایت باید خواستهای فرانسوی ها به خصوص فرانسه و آلمان رو بپذیره که بتونه از این وضع بیرون بیاد و اون نهاد مالی مربوطه بتونه در فرانسه به اصطلاح پایه‌گذاری بشه. متشکرم از شما مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان. رئیس دفتر حسن روحانی میگوید ایران پیش از مذاکره با طالبان با دولت افغانستان صحبت کرده. محمود واعظی گفته ایران به هیچ وجه در مسائل داخلی افغانستان دخالت نمی‌کند. سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در واکنش به این گفته ها به بی بی سی گفت دولت افغانستان از تلاش هر کشوری برای آوردن صلح به افغانستان استقبال میکند، اما این مذاکرات باید به رهبری افغان ها باشد. اخیرا گروه طالبان تایید کرد هیئتی از این گروه به تهران سفر کرده. رئیس سازمان خصوصی سازی ایران میگوید استعفایش جدید نیست. دیروز رسانه های ایران خبر دادن میرعلی پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزارت اقتصاد از سمتش کنارگیری کرد. آقای پوری حسینی گفته با روی کار آمدن رئیس جدید از روی ادب درخواست تعیین جایگزین برای خود کرده. او گفته پیش از آن هم در زمان وزارت مسعود کرباسیان در مهر ماه 96 این کار را کرده بود. شهردار منطقه 12 تهران ارتباط بوی بد روز چهارشنبه در تهران با انبار فاضلاب ساختمان پلاسکو را رد کرد. محمد علی سعادتی گفت حجم گاز متان در انبار چاه فاضلاب یک ساختمان آنقدر نیست که کل تهران را فرا بگیرد. هنوز مسئولان درباره دلیل بوی بدی که در نقاط مختلف تهران حس می شده توضیحی ندادند. مدیر کل محیط زیست تهران از تشکیل کمیته ویژه در این زمینه خبر داده. مجلس نمایندگان تازه آمریکا در آغاز رسمی کار خود به مصاف دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رفته است. اعضای دموکرات مجلس با رأی به تامین بودجه برای سازمان‌های فدرال آمریکا و بدون اختصاص یک سنت هم برای دیوار مرزی مورد نظر رئیس جمهوری در پی بازگشایی دولت هستند. آقای ترامپ میگوید بدون تامین بودجه دیوار مرزی دولت نیمه تعطیل باقی خواهد ماند. خبرنگارمون مهنوش بورزیایی از واشنگتن با ماست. نزدیک 14 روز هست که دولت آمریکا نیمه تعطیل 800 کارمندش هم بیکار. الان با این وضعیتی که پیش آمده قدم بعدی چه خواهد بود مهنوش؟ درسته ناجی، 800 هزار کارمند دولت در حال حاضر بیکارن. دو هفته است درست در واقع در بحبوحه تغییر سال نو، و این خیلی از کارکنان دولت رو ناراحت کرده و باعث دردسر خیلی ها شده. الان دموکرات ها با رأی گیری که انجام دادن روز گذشته در واقع بودجه سازمان های فدرال آمریکا رو تا سپتامبر و بودجه وزارت امنیت داخلی آمریکا رو تا ماه فوریه هفته اولش حدود یک ماه دیگه تامین کردن،
در واقع این همون وزارتخونه محل دعواست، وزارتخونه ای که مأمور و مدیر ساخت دیوار مرزی مورد نظر آقای ترامپ. در واقع دموکرات ها میخوان پیام می بدن به کاخ سفید و بیشتر به مردم، به افکار عمومی، و بگن که ما به دنبال بازگشایی دولت هستیم، ما حتی اونطوری که خلاف اون چیزی که آقای ترامپ ادعا میکنه با امنیت مرزی هم موافقیم و از اون حمایت میکنیم و نزدیک 1.5 میلیارد دلار بودجه برای امنیت مرزی اختصاص دادن، ولی این بودجه امنیت مرزی همونطور که خودت گفتی 1 سنتش هم شامل ساخت دیوار نمیشه و این موضوع آقای ترامپ رو بسیار ناراحت کرده. و آقای ترامپ امروز صبح دوباره یک توییت تازه کرده در دفاع از همه موضوعاتی که در موردش صحبت کرده در مورد بودجه. درسته، در واقع تناقض کاری که آقای در واقع دموکرات ها دارن میکنن با وضع تعطیلی دولت و ادعایی که وجود داره برای بازگشایی اون در کنار حرفای آقای ترامپ جالبه. اینکه سنای آمریکا گفته بدون حمایت آقای ترامپ حاضر نیست طرح مجلس نمایندگان رو بپذیره، عملا حرکت یا ابتکار عمل دموکرات ها بی‌نتیجه است، فقط یک نمایش سیاسی میتونه باشه. آقای ترامپ از اون طرف همونطور که خودت گفتی در توییت امروز صبحش سعی کرده به نوعی در کنار مقصر قلم داد کردن، مقصر خوندن دموکرات ها برای تعطیلی دولت، نگرانی های بازار مالی رو کم کنه، به خاطر اینکه در اونجا یک مقدار نگرانی باعث کاهش شاخص ها شده و گفته که من بارها هم گفتم اگر دموکرات ها مجلس نمایندگان رو در دست بگیرن باعث اختلال در بازار مالی آمریکا خواهند شد و نگران نباشید، به نوعی ما سنا رو بردیم، اونها مجلس نمایندگان رو، بالاخره وضع آروم میشه و داره سعی میکنه که بازار مالی آمریکا رو به نوعی اطمینان بده که این مشکل حل خواهد شد. با این همه چیزی که به نظر میرسه تا اینجای کار همش مذاکرات بی نتیجه است و یک نوع بنبست قانونگذاری که دست کم دو نفر در ظاهر، دو طرف در ظاهر چیزی نشون نمیدن که میخوان یک قدم عقب برن یا مصالحه ای انجام بدن. متشکرم از تو مهنوش پورزیایی در واشنگتن. مهدی یراهی خواننده خوزستانی آهنگ خوانده در مذمت جنگ که واکنش‌های زیادی در پی داشته. مقامات میگویند محتوای کلیپ این ویدیو خلاف آن چیزی است که اجازه انتشار گرفته بود و برای همین صحبت از این است که این هنرمند فعلا اجازه کار ندارد. هرچند وزارت فرهنگ و ارشاد ایران گفته مسئولان هنوز تصمیمی نگرفتند. مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد. مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد. بهترین خواننده موسیقی پاپ ایران در جشنواره موسیقی فجر اهل اهواز است. شهری درد کشیده در استان خوزستان جنوب ایران که هر بلای زمینی و آسمانی که می شده جایی به چشم ببیند را به چشم دیده. مهدی یراهی شاکیست. درد جنگ، درد آب، درد هوا، درد بیکاری، درد اعتصاب و اعتراض. من آخرین شهید این قبیله، قبیله ای که آب و نون ندارن، قبیله ای که خیلی از شهیداش حتی یه تیک استخون ندارن. به من یک نفر بگه کجای کاریم، تقاس جنگ و پای چی باید بذاریم، چرا هنوز زندگی نداریم. یک نفر بگه کجا رسیدیم، چه جوریه که زنده موندیم و شهیدیم، یه خواب خوش عمریه ندیدیم. من نمیدونم. این کلیپ پار سنگ است، کلیپ در اعتراض به جنگ هر جایی که باشد. مقام ها میگویند این ویدیو خلاف آن چیزی است که اجازه انتشار گرفته بوده. دیگرانی هم هستند که میگویند کلیپش توهینی بوده به ارزش های جنگ 8 ساله. حالا صحبت از این است که دیگر به آقای یراهی مجوز فعالیت ندهند، هرچند معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد ایران گفته هنوز تصمیمی قطعی در این مورد گرفته نشده. اما تنها جنگ نیست، این کنسرت تالار آفتاب شهر اهواز
با پیامی اعتراضی در همبستگی با کارگران بازداشت شده ی گروه ملی فولاد اهواز. آقای یراهی در این کنسرت نه تنها با یونیفرم مخصوص کارگران معترض روی صحنه می رود، بلکه پیامی هم دارد در حمایت از آنها. امیدواریم که صدای دستای شما برسه به گوش مسئولین عزیزی که باید مترصد این باشن که حال این کارگرا خیلی زود خوب بشه و صدای دادخواهیشون با تدبیر، با تعقل و منطق پاسخ داده بشه. مهدی یراهی درباره نجات رودخانه کارون هم خوانده. او ترانه‌ای دارد به نام خاک. ترانه اجتماعی سیاسی در انتقاد از وضعیت آب و هوای خوزستان. استانی با فضای مرتهب که هنرمندی چون مهدی یراهی نتوانسته با دیدنش سکوت کند. هنرمند صدای رسای جامعه است. صدایی که بلند شدن بیش از حد آن حالا برای مقام ها گوش خراش شده. مرسد کنم روز بی بی سی. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی میگیریم. یک مقام ایرانی میگوید اتحادیه اروپا به بهانه تصویب نشدن لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی اجرای سازوکار معامله با ایران را به تاخیر میاندازد. مجلس نمایندگان آمریکا به بودجه اداره‌های دولتی فدرال رأی داد، اما برای ساخت دیوار مورد نظر دونالد ترامپ در مرز مکزیک بودجه در نظر نگرفت. در ادامه برنامه، تقلای داعش برای حفظ آخرین سنگرها در سوریه. آلمان هدف یکی از بزرگترین حمله‌های هکری قرار گرفته. هکرها به اطلاعات خصوصی تعدادی از چهره‌های سرشناس و سیاستمداران از جمله فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری دست پیدا کرده و آنها را در اینترنت منتشر کردند. این اطلاعات که شامل شماره‌های تماس و مشخصات کارت اعتباری است در توییتر منتشر شد. در میان هک شدگان، روزنامه‌نگاران و اعضای بلندپایه تمام احزاب آلمان دیده می‌شوند، بجز حزب راستگرای ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان. امید رضایی روزنامه‌نگار از برلین با ما هستند. آقای رضایی، بیشتر بگید در مورد این خبر و اینکه در مورد هکرها چه می‌دونید؟ همطور که گفتید، بسیاری صدها نفر در آلمان در واقع هدف این حمله ها بودند. برجسته ترین چهره ها آنگلا مرکل و فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور و صدر اعظم هستند، اما نمایندگان پارلمان، نمایندگان پارلمان های ایالتی آلمان، حتی نمایندگان در واقع کمونال ها، شوراهای محلی آلمان هدف حمله ها بودند. اعضای احزاب که شاید احزاب اپوزیسیون هم هدف حمله ها بودند، بجز هیچ تا به حال هیچ اطلاعاتی از اعضای حزب AFD آلترناتیو برای آلمان منتشر نشده. روزنامه نگاران زیادی، رپرها، طنز پردازان هدف این حملات بودند. در واقع اطلاعات از 1 دسامبر در اینترنت منتشر می‌شده توسط یک اکانت توییتر و تازه دیروز توجه‌ها رو به خودش جلب کرده و با گزارشی که یکی از رسانه‌های آلمان منتشر کرد، اخبار خیلی در سطح وسیع‌تری منتشر شده. اینکه هکرها چه کسانی هستند تا به حال هیچ چیز به طور دقیق نمیشه گفت، اما اکانت توییتری که اطلاعات رو منتشر می‌کرد و امروز صبح مسدود شد توسط توییتر، با چیزهایی که لایک میکرده، با کسانی که فالو میکرده میشه یه چیزهایی راجبش گفت. مثلا یکی از چیزهایی که فالو میکرده، از معدود اکانتهایی که فالو میکرده، یه وبسایت خبری روسه که خب دوباره انگشت اتهام رو به سمت روسیه میبره. اما اینکه به طور دقیق اطلاعات فنی وجود داشته باشه که هکرها از کجا هستند و چه میخواستند، هیچ چیز فعلا حداقل نمیشه در این خصوص گفت. چیزی که گفته شده اینه که هیچ اطلاعات حساسی منتشر نشده یا هیچ اطلاعات حساسی دست هکرها نیفتاده، هرچند اصلا مشخص نیست که از چه زمانی هکرها این اطلاعات رو داشتن. میدونیم چه تصمیم هایی ممکنه در این باره گرفته بشه؟
تا به حال نهادهایی که مسئول امنیت سایبری در دولت آلمان هستن شروع کردن در واقع وارد قضیه شدن. چیزی که احزاب آلمانی خواستن ورود سریع دولت و مشخص کردن ابعاد قضیه است، در واقع شفاف سازی قضیه است. چیزی که تنها چیز عجیبی که وجود داره همینه که هیچ چیزی از سیاستمداران حزب آلترناتیو برای آلمان منتشر نشده و این خود به خود انگشت اتهام رو میبره به سمت راستگرایان افراطی. و خب روسیه همیشه در خط اول حملات سایبری علیه دولت‌های اروپای غربی بوده، در واقع هک عظیمی که دفعه قبل علیه دولت آلمان اتفاق افتاد به طور مشخص از روسیه انجام میشد و توسط دولت روسیه حمایت میشد. این بار هم به نظر میرسه که پوتین در خط اول هست و آلمانی ها تلاش زیادی میکنن دوباره که احتمالا امنیت سایبریشون رو بالاتر ببرن، شاید پاسخی بدن. اما به هر حال تا اینجا درخواست احزاب و سیاستمداران قربانی اینه که شفاف بشه که دقیقاً چه اتفاقی افتاد. متشکرم از شما امید رضایی، روزنامه‌نگار آزاد از برلین. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در حساب اینستاگرامش نوشته در دوران بازداشتش به قدری شکنجه شده بود که سه روز نمیتوانست حرکت کند. آقای بخشی نوشته ماموران وزارت اطلاعات به او فحش‌های رکیک میدادند و مکالمات شخصی او و همسرش را شنود کرده بودند. این نماینده کارگران هفت تپه وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی دعوت کرده تا درباره پرونده او پاسخگو باشد. سازمان ملل از نحوه برگزاری دادگاه متهمان به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد عربستان انتقاد کرد. سخنگوی بخش حقوق بشر سازمان ملل میگوید این امکان وجود نداشته که عادلانه بودن دادرسی را بررسی کنند. او خواستار تشکیل گروه مستقل بین‌المللی برای تحقیق درباره قتل آقای خاشقجی بود. دادگاه 11 مظنون به قتل جمال خاشقجی از دیروز در ریاض شروع شده. عربستان قتل خاشقجی را به گردن نیروهای خود سر انداخته. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان متهم است از این قتل مطلع بوده است. شدیدترین طوفان در 30 سال اخیر در تایلند در جنوب شرق این کشور خسارات زیادی به جای گذاشته است. این طوفان که طوفان پابوک نام گرفته با سرعت باد 75 کیلومتر در ساعت و باران تند همراه است. تا کنون یک ماهیگیر در نزدیکی مرز مالزی بر اثر واژگون شدن قایقش کشته شده و هزاران نفر از ساکنان محل و گردشگران یا از این منطقه فرار کردند یا در مکانهای امن پناه گرفتند. همه رفت آمدهای هوایی و دریایی در منطقه متوقف شده. از جاناتان هت خبرنگار بی بی سی در بانکوک در این باره بیشتر بشنوید. Well, it's already made landfall. It's hit the province of Nakhon Si Thammarat, which is. طوفان باعث نشست زمین شده. استان‌های ناکان سی تامارات، کوپاکان و کوتائو سه جزیره‌اند که بارون خیلی شدیدی در اونا میاد و وزش باد شدیده. از مردم خواسته شده به ساحل نروند چون باد ممکنه اونها رو به داخل آب بکشه. به ساکنان گفته شده تو ساختمونا بمونن. احتمالاً به خاطر اینکه گرد و خاک و اشیایی که باد اونها رو جابجا کرده به سر و صورتشون نخوره. حدود 30,000 نفر که بیشترشون ساکنان محلیان منطقه رو ترک کردن. بیشتر جهانگردا از این سه جزیره رفتن تا گرفتار نشن. فعلا حمل و نقل هوایی و دریایی از این سه جزیره متوقف شده. به نظر نمیاد تا 24 ساعت آینده هم از سر گرفته بشه. طوفان همچنین به سواحل غربی تایلند هم میرسه. مقام‌های تایلندی هشدار دادن که در غرب هم بارون شدید و احتمالاً سیل و رانش زمین پیش میاد. از مردم خواسته شده مراقب باشن و تو خونه هاشون بمونن. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سوریه فقط خاک و خون است. دونالد ترامپ این تعبیر را در دفاع از تصمیمش برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به کار برده. شبه نظامیان کرد و عرب موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه که با گروه داعش در سوریه میجنگند، این تصمیم آقای ترامپ را فاجعه بار خواندند. به گفته آنها این اقدام ممکن است باعث شود که داعش دوباره جان بگیرد. کوانتین سامرویل خبرنگار بی بی سی از درگیری‌های اخیر با داعش در حجین واقع در استان دیر الزور سوریه خبر می‌دهد. اینجا یک امپراتوری ویران شده است. گروه موسوم به دولت اسلامی هنوز در این منطقه حضور دارد. اینجا شبه نظامیان کرد و عرب هستند که با آخرین بازماندگان داعش می‌جنگند. دشمن آنها در حجین به آسانی تسلیم نمی‌شود. یک وانت بمب گذاری شده منفجر می شود.
آنها به بیرون ساختمان فرار می کنند. رئیس جمهوری آمریکا می گوید 2000 نیروی آمریکایی را از سوریه خارج خواهد کرد. در آن صورت این افراد باید به تنهایی با داعش بجنگند. آخر خیابان دست راست پرچم داعش روی یک ساختمان برافراشته است. با بیسیم پیام می دهند که یک وانت بمب‌گذاری شده دیگر در راه است. به خاطر بدی هوا، هواپیماهای جنگنده آمریکا نمی توانند به آنها کمک کنند. این افراد اسلحه و تجهیزات چندان زیادی ندارند و برای پیشروی در هر مرحله نیازمند پشتیبانی هوایی آمریکا بودند. با شلیک RPG درگیری دوباره شروع می شود. کجا رفت؟ دارن میان. رفت اون ور خیابون. تنها رفت؟ نیروهای دموکراتیک سوریه در محاصره‌اند ولی همچنان مقاومت می کنند. این نبرد به نفع نیروهایی که شبه نظامیان کرد رهبری می کنند تمام می شود. از کامیون‌های بمب‌گذاری شده داعش دیگر خبری نیست. یک بمب‌گذار انتحاری داعش اینجا در وانتش کشته شد. پسری نوجوان بود، شاید 12 ساله یا کمتر. داعشی ها هرچه مستأصل می شوند از کودکان در جنگ بیشتر استفاده می کنند. اینجا یک حمله دیگر در حجین را از منظر آنها می بینیم. یک فرمانده جوان داعش به نیروهایش دستور می دهد پیش روی کنند. ما باید عقب نشینی کنیم. ما عقب نشینی نمی کنیم. اونا رو رها نمی کنیم. ما باید آخرین کسانی باشیم که عقب می شینند. شلیک کنید. شلیک کنید. حمله کنید. هنوز حدود 8000 جنگجوی داعش در سوریه ماندند. 10000 نفر هم در پشت جبهه از آنها پشتیبانی می کنند. شاید به نظر برسد وضعشان خیلی آشفته است، ولی آنها هنوز یک نیروی مخوف و خطرناکند. فرمانده آنها فریاد می زند که برادران دیگرمان رفتند. هوا دارد صاف می شود و به زودی ممکن است از هوا بمبارانمان کنند. آنها عقب نشینی می کنند و فرماندهشان می ماند. این فیلم کنار جسد او پیدا شد. قدرت حمله های هوایی آمریکا را نمیتوان نادیده گرفت. بدون پشتیبانی هوایی آمریکا داعش شکست نخواهد خورد. داعش که برای بقا در آخرین پایگاهش میجنگید، حالا منتظر خروج نیروهای آمریکایی است. رهبران ارشد داعش احتمالاً هنوز زنده‌اند. از جمله ابوبکر بغدادی، خلیفه خودخوانده این گروه. و در ویرانه ها داعش شاید هنوز گروگان خارجی داشته باشد. دولت های غربی و منابع محلی میگویند دست کم یک بریتانیایی دست آنهاست. طی سالها جنگ در این منطقه هزاران نفر جان باختند و هنوز این جنگ تمام نشده. کوینتن سامرویل، BBC نیوز. به این ترتیب میرسیم به پایین این بخش خبر. تا دقایق دیگه با خلاصه‌ای از خبرها با شما خواهم بود.